محصلین عزیز السلام علیکم و امروز یک کتاب نو میخوایم به شما و معرفی بگیرم و تمام موضوعاتی که در کتاب است ایرا در سلایدهای مختلف ریکارد کنم و در خدمت شما قرار بدم و مضمون که ما میخوایم برای شما معرفی کنم لین الالجبراس یا الجبر خطی و ویکتوری که ویکتورها هم زمینه همی الجبر خطی است. موضوعاتی که ما میخوایم در این کتاب به شما باید ثبت بکنم، ویدیو کنم و براتون تقدیم کنم، اینی موضوعات از شاملش: یک دیترمینانت هاست، دیترمینانت های ترتیب دوی در دو، سه در سه، خواصشان، استفادهشان، همه و همه را ما باید در سلاید های مختلف تشریح کنم. طریقه های محاسبه دیترمینانت دوی در دو و سه در سه. دو مترکس ها، مترکس های هدف ما مترکس های ترتیب دوی در دو سه در سه که مترکس ها یک موضوع بسیار مهم مخصوصا استفاده در کمپیوتر و کمپیوتر ساینس است. محصلینی که در آینده میخواهند دتابیز جور کنن باید دتابیز هایشان بیشترین همه قسمی که تمام سافتیر ها در اکثر سافتیر ها در دنیا با استفاده از میترکس ها ساخته میشه، از امو خاطر ای بسیار نقش کلی در کمپیوتر ساینس داره که ایرد به طور کلی ما باید بفهمیم استفادهش، بفهمیم در ریاضی چگونه استفاده میشه و چه هست که ای اتا به اصطلاح عملیات بالای ماترکس ها را و دیگه بعد از عملیات معکوس ماترکسی است و بالاخره سیستم معادلات خطی، اینا را چگونه با استفاده از ماترکس ها به سادگی حل میشه به کمپیوتر، چقدر سهولت است و همچنان که در اینجا خود با ماترکس وکتور نقش کلی داره، وکتور چی است و عملیات بالای وکتورها، اینا رو باید بخوانیم و بالاخره استفاده وکتور در کجاست، استفاده وکتور یا اولی استفاده وکتورها، همه از اینا رو که مربوط میشه این مفرداتی است که در الجبر، در لینر الجبر و در کمپیوتر ساینس استفاده بسیار زیاد داره و در دیگه هر ساحه هم استفاده میشه. این حتی بسیار موضوعات دی در مکتب هم تدریس میشه، جزء کریکولم میشه. به این خاطر ایره ما مفصل میخوایم به طور واضح براتون تشریح کنم. اول ایره نایس لکچر اول یا لکچر یک آغاز میکنم از بخش دیترمینان. می خواهیم که با شما معرفی کنم که دیترمینانت ترتیب دوی در دو چی است. دیترمینانت دوی در دو چه معادله چی است؟ دوی در دو ما هیتو تعریف می کنم که با طور کل دوی در دو را ای یک یک، ای یک دو، ای دو یک، ای دو دو نوشته می کنم. اینی را به نام چی یاد میکنن؟ دیترمینانت یاد میکنن. اینجا هم یک خط است، اینجا هم یک خط است و عناصر یزی را اگر نگاه کنین در تقاطع سطرها و ستونها قرار داره. اگر من ایره ای تو به سطر رسم کنم، تو ستون رسم کنم، این سطر دیگر هم رسم کنم، این ستون دیگر هم، دیده میشه که این عناصر در تقاطع سطر و ستون است. به این خاطر همیشه دیترمینانت به این شکل میتونیم آل ایتو تعریفش کنیم که یک عددی است، جوابی از یک عدد است، عددی است که عناصر دیترمینانت به اساس سطر و به اساس ستون نوشته شده باشد. این یک دو چی است؟ مثلا یک دو، یک یک، این یک چی است؟ یک چی است؟ یک اول سطر نشان میتد و یک دومش ستون نشان میتد. این یک اول سطر نشان میده، این ستونه. مثلا اگر ما بیایم بگویم که این عنصر در کجا موقعیت داره، از این میفهمم که این در سطر دوم در ستون اول،
ایست با اولش بیانگر سطر است، دومش بیانگر ستون. کی را سطر به نام رو هم یاد میکنن، روی اول روی دوم، کالم اول کالم دوم. یعنی این عنصر ما در روی دوم و در کالم یکم قرار داره. اگر ببینیمش، یعنی ببینید در روی دوم، اگر حساب کنیم این در کالم یکم. با این خاطر این دو یازده یا دوازده نیست، بلکه یک یک، یعنی یکش سطر اول و ای دیگهش هم نمایندگی ستون میکنه. یا اینجا مثلا سطر دوم ستون دوم، این عنصر موقعیت یک عنصر نشان میده. محاسبه از اینا به این شکل صورت میگیره. ببینید اگر من این محاسبه بکنم که یک یک و یک دو، ای دو یک و ای دو دوست، اول قطر اصلی از این رسم میکنم، اردو عناصر قطر اصلی را ضرب میکنم، ای یک یک ضرب ای دو دو، بعد از او عناصر قطر فرعی را هم ضرب میکنم. این قطر فرعی است. ما قطر اصلی هم نیره بگیم که عنصر اول که نمیشته کدیم از عنصر اول که قرار داره در سطر اول، این قطر اصلی، این قطر فرعی. قطر فرعی ما ای یک دو ضرب ای دو یک، ای یک دو ضرب ای دو یک. باز وقتی که ما این را ضرب کردیم و این را ضرب میکنیم با این عناصر ضربشه، نتیجه ضرب از این چی میکنیم؟ منفی میکنیم، به شکل منفی میکنیم. یک مثال کار میکنم. ببینین اگر ما بگویم دو سه چهار یک، به طور مثال سوال یک نگاه کنیم، مساوی دو ضرب یک، دو ضرب یک، منفی سه ضرب چهار، محاسبش بکنید، دو یک دو، منفی منفی چهار دوازده، از دوازده که دو بره منفی ده، محاسبه شد. دیگه مثال کار میکنم، مثلا منفی سه یک، منفی دو منفی چهار، محاسبه میکنم، مساوی اولی رو ضرب میکنم، یعنی منفی سه رو ضرب میکنم در منفی چهار، بالا رو یک علامه منفی میگیرم، اینی منفی است، این منفی، منفی میگیرم، این رو ضرب میکنم. ببینید وقتی که منفی گرفتم داخل قوس نتیجه این قطر نشته میکنم، یک ضرب منفی دو، یک ضرب چند؟ ضرب منفی دو، به این شکل، به این شکل. مساوی منفی ضرب منفی مثبت سه چهار دوازده، این منفی در جایش، اما این رو محاسبه میکنم، این میشه منفی دو. بعد از این منفی رو به داخل قوس ضرب میکنم، دوازده مثبت دو، مساوی چند میشه؟ مساوی میشه به چهارده. دیگه سوال، به همین قسم میتونیم سوالای دیگه رو کار کنیم، منتها توصیه من شاگردای عزیز در چند حالت است. اول خو هر زمانی که شما یک کتاب میخواین مطالعه بکنین و نمیفهمین، معلومات ندارین، همیشه از لکچر یک آغاز کنین. هر لکچری که شما میخواین ویدیویش ببینین، با سوالش از کتابچه تان نوشته کنین، بعد از دیدن ویدیو شما کار بکنین. میشه که شما جواب غلط پیدا کنین، مثبت ده پیدا کنین. وقتی که غلط پیدا کردین دوباره ویدیو رو پلی بکنین و ببینین که شما در کجا غلط کردین. بعد از او دوباره کار کنید تا آهسته آهسته شما آماده شوید. تا زمانی که قلم و کاغذ به دست نگیرین و کار نکنید و غلطی های خود دوباره اصلاح نکنید، به هیچ صورت روش نمی کنید. و ما براتون گارانتی هم میکنم، وعده میتونم، اطمینان میتونم که یعنی شما با امی توصیه های ما، با این امی رهنمایی های ما، اگر شما حرکت کنید، ناتوان ترین شاگرد من مطمئن هستم که رشد میکنه، ارتقا میکنه و تمام مسائل میفهمه. تا زمانی که ریاضی نفهمین هیچ چیزی را شما نمیفهمین و پیشرفت کرده نمیتونین. ریاضی جز زندگی است، ریاضی را حتما باید بیاموزین. تشکر، لکچر بعدی را تعقیب کنید.